درود بر دوستان عزیزم، وقت همگی بخیر باشه. امروز شروع میکنیم درس 14 از گرامر سطح به آینس رو. امروز هم بحث جدیدی هست، قبلا نداشتیم و هیچ دوره ای نیستش، در واقع کاملا بحث جدید هستش. اگر خاطرتون باشه دیروز ما راجع به دو تا در واقع حرف، میتونم بگم دو تا کلمه ربطی که دو تا جمله رو به گونه ای به هم دیگه ارتباط میده، یکیش بود تو و یکیش هم بود دامیت، راجب کار کرده این دوتا در واقع کلمه با هم صحبت کردیم که ساختارشون چی هست، چطوری میتونیم در جمله استفاده بکنیم. امروز میخوام باز دو تا در واقع عبارت دیگه که میتونه دو تا جمله رو به هم ربط بده با معانی مختلف به شما آموزش بدم. اولین چیزی که میخوام بهتون آموزش بدم در واقع یک عبارتی هست اون تو، و به معنی این هست که بدون اینکه یا بدون انجام دادن یک کاری. این اولین عبارتی هست که در واقع امروز یاد میگیریم که چطور باید از این در جملات آلمانی استفاده کنیم. پس معنی اون تو یعنی اونه، بینش حتما یه عبارتی قرار میگیره و بعد سو میاد و بعد از سو البته چی میاد؟ بعد از سو حتما اینفینیتیو میاد. خب حالا که معنی این رو ما یاد گرفتیم، اجازه بدین من این رو بیارم روی دیسک که خیلی هم بزرگ نشه. خب حالا که ما این رو یاد گرفتیم، طبق معمول من براتون مثال میزنم که شما متوجه بشید از روی مثال ها که طریقی استفاده از این عبارت چی هست. خب یک جمله براتون مثال میزنم. من میگم ایست گگانگن، یه کاما میذارم. خب ایست گگانگن اون رفت. حالا شروع میکنم از همین عبارت استفاده کردن، اون زیخ سو فر اب شیدن. خب اولا که جمله اولمو گفتم ایست گگانگن، او رفت بدون اینکه، خوب گوش کنید، بدون اینکه خداحافظی کنه. اون زیش سو فرابشیدن، فرابشیدن یعنی خداحافظی کن. میگه او رفت بدون اینکه خداحافظی کنه. پس اگه یادتون باشه همین توی همین چند لحظه پیش گفتم، گفتم معنی اون سو اگه بخوام به فارسی ترجمه بکنم اینه که بدون اینکه، ما تو جملاتمون خیلی استفاده میکنیم اینو دیگه و خیلی خیلی حرف زدن شما شکیل تر میکنه اگر بتونید عادت بکنید از این ترکیبی که خیلی هم راحت هست استفاده کنید. مثلا من رفتم بدون اینکه خداحافظی بکنم، یا مثلا او کلاس رو ترک کرد بدون اینکه خبر بده، یا اینکه او به من تلفن زد بدون اینکه قرار قبلی داشته باشیم. تمام این جملاتی که گفتم از همین ترکیب در زبان آلمانی استفاده میشه. فقط یادتون باشه که وقتی شما از ترکیبی مثل اون تو استفاده میکنید، دقیقاً کارکردش بچه‌ها دقیقاً شبیه همون اون تو هست. منظورم کارکرد گرامریش هست. یعنی چی؟ یعنی که یادتونه اون سو استفاده میکردیم آخر اینفینیتیو میومد، درسته؟ پس حالا که اینطور هست ما میایم تو این جمله تشخیص میدیم، اولا این آنه، درست؟ بعد گفتم بینش یک عبارتی قرار میگیره، این عبارت رو همجوری آبی نگه میدارم. بعد سو هست، آنه سو، و بعد گفتیم پلوس اینفینیتیو، اینم اینفینیتیو بمون، درست شد؟ و من این زیرش رو خط میکشم. میرم یه جمله دیگه دوباره براتون مثال میزنم. همینو بذارید، من همینو اگه بخوام برگردونم به جمله اصلی، یعنی بیام بگم مگه نمیگیم on it to. خب من همین جمله رو میتونم بیارم اول. چه کار میکنم؟ میگم اون زیش سوفر آبشیدن، بدون اینکه، مگه نمیتونم اینجوری بگم؟ میتونم دیگه، میتونم بگم بدون اینکه خداحافظی بکنه، ولی جمله دوم میخوام بیارم فعل میاد اول. اینو خیلی دقت کنید.
بدون اینکه خداحافظی کنه ایست ار گگانگن، درست شد؟ پس او رفت بدون اینکه خداحافظی کنه، یعنی که میتونم بگم بدون اینکه خداحافظی کنه رفت، او رفت. خب پس فرقی نمی کنه که شما اونتسو رو وسط جمله استفاده بکنید یا در ابتدای جمله استفاده کنید. یه مثال دیگه براتون میزنم، میگم زیاد دیمانشافت، یعنی تیم رو، تیم ورزشی رو میگم. زیاد دیمانشافت بلاسن اون میه بشاید سوزاگن. بشاید زاگن یعنی چی؟ یعنی اطلاع دادم. حالا زیاد دیمانشافت بلاسن میگه تیم رو ترک کرد، او تیم رو ترک کرد اون، من این دار دوباره باید جا نمایه شما اونه، بعد این عبارت وسط تا قبل از سو رو آبی نگه میدارم، اونه میاد بشاید، بعد سو، و بعد از سو گفتیم چی میاد؟ اینفینیتیو میاد. حالا اگه من بخوام بگم بدون اینکه به من اطلاع بده تیم رو ترک کرد چی باید بگم؟ میگم اونه میاد بشاید سو زاگن، بعد جای فاعل و فعل رو عوض میکنم، هات دی دیمانشافت فرلاسن، درست شد؟ اینم مثال بعدی. یه مثال دیگه هم میزنم براتون، میگم ار ایست فشبوندن او غیبش در اون این بورت سو زاگن، اون سو عبارت بینش رو آبی نگه میدارم و زاگن آخرش که گفتیم اینفینیتیو، بدون اینکه میگیم غیبش زد بدون اینکه یه کلمه بگه، خب یعنی بدون اینکه یه چیزی بگه. حالا من میتونم بگم بدون اینکه چیزی بگه بعد جای فعل و فاعل جمله اول هم عوض میکنم، ایست ار فشفوندن. خب این تا اینجای کار فهم میکنم دیگه توی مثال کامل براتون توضیح دادم. یه دونه دیگه هم مثال براتون میزنم، ارهات دی اشتغاس ارهات دی اشتغاس ایبر بهت آن سو گوکن. میگه او خیابان را عرض خیابون رو رد کرد بدون اینکه نگاه بکنه، آن سو گوکن. حالا اینو عمدن براتون مثال زدم که ببینید بین آن و سو لزومن مثل امسو که بود نباید حتما یه عبارت بیاد، آن سو و بعدش یه دونه اینفینیتیو اومده. حالا میگه بدون اینکه نگاه کنه آنه سو گوکن، البته که اینجا بچه من اینو فراموش کردم، این آنه باید همش با بزرگ نوشته بشه و چون من کپی کردم که وقت ویدیو گرفته نشه دیگه فراموش کردم. خب میگه آنه سو گوکن فعل جمله اولمون رو میاریم اول، هات اف دی اشتغاس ای برکبر برکبر. خب اینم در مورد مثال آخرمون. حالا به جای اینها ما در واقع حالا یکی از چیزهایی که در واقع بود امروز بهتون یاد بدم اونتسو بود پلوس اینفینیتیو به معنی بدون اینکه یا بدون انجام دادن یک کاری، اونتسو بدون اینکه این کار بود. تمام مثالامون هم با این معنی میخون. یک ترکیب دیگه ما داریم اینجا که من الان بهتون میگم، اسمش هست شتات شتات سو پلوس اینفینیتیو. خب به معنی به جای. حالا اینم الان براتون تو مثال بگم کاملا براتون واضح و روشن میشه. پس ما یه اونتسو رو الان یاد گرفتیم،
من تمام مثالاشو براتون زدم، با اجازهتون پاک میکنم چون شما این ویدیو رو دارید، میتونید همون موقع که مثالا رو براتون زدم همونجا استوب کنید بنویسید. الان میخوام راجع به شتاتسو صحبت کنم. شتاتسو اولا که به جای، در واقع معنی میده خودش هست به جای، و کارکرد گرامریش، ساختار گرامریش دقیقا مثل اونتسو هست، یعنی اینفینیتیو بعدش میگیره، یعنی فعل سر نمیشه، اینفینیتیو میگیره. حالا من براتون چند تا مثال میزنم، توی مثال براتون کاملا طبق معمول روشن‌تر خواهد شد. من میگم که ایش بلایبه، شما میخواد ببینیم کارکردش چی دیگه، یعنی چی بجا. ایش بلایبه سو هاوزه، من میمونم خونه. شتات میت ماینن فرویندن آن دن شترند تو گیهن. چی شد بچه؟ میگه من میمونم خونه. مگه نگفتم اشتات سو یعنی به جایه؟ خب بذار ببینیم چه معنیش چی میشه. این اشتاتمون، اینم سومون. و مگه نگفتیم بعدش اینفینیتیو میاد؟ بله، اینم گیهن. درست شد؟ گیهن. میگه من میمونم خونه به جای این که برم، حالا کجا؟ با دوستام لب ساحل. پس به جای این که با دوستام لب ساحل برم، درست شد؟ پس میگم من میمونم خونه کاما اشتات لب 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 لب، یعنی بین اینا همه آبی قرار میگیره. میتونه بینش واژه‌ای باشه، میتونم واژه‌ای نباشه، مثل اومسو و اونتسو. پس اشتات تمام این کلمات و عبارات رو قرار میدید تو و بعدش گیهن. مهم اینه که شما بدونید که فعل نباید صرف بشه، باید اینفینیتیو بیاد. یه مثال دیگه میزنم. دو زولتش هاوس آف گاون ماخن، تو بایستی تکلیفات رو انجام بدی به جای این که، اینو میزنم، به جای اینکه، اون بدون اینکه اونتسو، این به جای اینکه. اشتات دن گانسن تاگ، به جای اینکه تمام روز کامپیوتر اشپیله، بازی کامپیوتری در واقع بازی کنی، یا با کامپیوتر بازی کنی یا بازی کامپیوتر. چی شد؟ میگه دو زولتس هاوس آف گاون ماخن. یه دونه اشتات رو اینجا مشخص میکنیم، یه دونه سو داریم اینجا مشخص میکنیم، به جای اینکه بازی کنی و اینم به شکل اینفینیتیو میاریم، کل روز بازی های کامپیوتری بکنی. خب یه مثال دیگه میزنم، فکر کنم براتون خیلی روشن بشه. من موس واستون، یعنی آدم باید واس یا اتواس، حالا بنویسم اتواس که براتون راحت تر. من موس اتواس او ده واستون، میگه آدم باید یه کاری انجام بده. اشتات نور سوغیدن این اشتات، اینم سو، بعدش اینفینیتیو میاد غیدن و بینش هم میتونه هر واژه‌ای قرار بگیره. اگه الان هم به جاش اصلا نور قرار نمیگیره، پس هم همیشه میشتاد تو غیدن، یعنی آدم باید کاری انجام بده به جای اینکه حرف بزنه. حالا چی گفته بود؟ گفته بود به جای اینکه فقط حرف بزنه، میتونه بیاد این نور، میتونه نیاد. فکر میکنم که شاید براتون این دوتا ساختار به طور کل امروز جدید بوده باشه. خب مثل هر درس گرامر طبیعیه، ولی فکر میکنم کاملا قابل فهم و قابل تشخیصه، به دلیل اینکه ما دقیقا معادل اینها رو در فارسی استفاده میکنیم. یعنی ما میگیم به جای اینکه این کار بکنی، برو این کار انجام بده. به جای اینکه بشینی مثلا تو روز هیچ فعالیتی نکنی، برو یک ساعت ورزش کن. به جای اینکه امتحان تو درس تو بخونی، نشین پای تلویزیون. خیلی چیزا، جمله مثبت و منفی به جای اینکه میتونیم بگیم. و بدون اینکه براتون مثالاشو زدم و خودمونم توی فارسی معادلشو دقیقا داریم. امیدوارم مطلب براتون با این مثالا خوب جواب شده باشه. به خدای بزرگ میسپارمتون. تمریناشو میذارم، با هم دیگه دوره بیشتری خواهیم داشت. خدا نگهدار.